زوزه های وحشت و غیظ و کین ولی فقیه ارتجا از تصویب قطعنامه و حضور مقاومت در پارلمان اروپا. کیهان خامنه ای ضمن سوز و گداز از برگزاری کنفرانس بین المللی در پارلمان اروپا نوشت: جمعی از اعضای پارلمان اروپا با وجود طرح دعاوی حقوق بشری مجاهدین را در جمع خود پذیرفتند. آنها بیش از 17,000 تن اعم از مسئول و عادی را به شهادت رساندند. آنها همچنین سابقه مشابهی علیه کردها و شیعیان عراق دارند. در حالی که سازمان مجاهدین تا چند سال پیش در فهرست گروه‌های تروریستی اروپا بوده، جمعی از اعضای پارلمان اروپا با آنها ملاقات کرده و مدعی شدند بالاترین اولویت را به حقوق بشر می دهند. اروپایی ها 10 سال پیش نیز در جریان برخی توافقات هسته‌ای با نظام تعهد دادند که به سازمان مجاهدین اجازه فعالیت نخواهند داد. اما رژیم های نظیر فرانسه نقض تعهد کرده و اجازه فعالیت به این سازمان را دادند. اکنون نیز هر چند وقت یک بار با دادن پول و جمع‌آوری برخی اتباع آفریقایی و اروپای شرقی اقدام به راه اندازی تجمع می کنند. محمد جواد لاریجانی، مهره ویژه خامنه‌ای برای اعزام به مجامع بین‌المللی و تئوریسین شکنجه و سنگسار، به علت محکومیت جنایات رژیم توسط گزارشگر ویژه ملل متحد، در تلویزیون رژیم زوزه سر داد و گفت: آدم وقتی صحبت‌های گزارشگر ویژه را می‌خواند تعجب می‌کند که این گزارشگر سازمان ملل است یا یک کارمند وزارت خارجه آمریکا یا اصلاً عضو مجاهدین است. در جلسه علنی مجلس ارتجا نیز صدای زوزه مزدوری به نام محمود شکری از تصویب قطعنامه پارلمان اروپا در نقض حقوق بشر در ایران و حضور و فعالیت مجاهدین بلند شد و گفت: و من تنها به آخرین شیطنت آنها که از آستین به اصطلاح پارلمان اروپا درباره ایران بیرون آمده بسنده می کنم. آیا حقوق بشری که شما از آن دم می زنید به معنای نشست و برخاست و منافقین است؟ این مصوبه شما شرمنامه ای بیش نیست. یک عضو دیگر مجلس آخوندی به نام عباس فلاحی نیز با سوز و گداز از افشای جنایات رژیم توسط مقاومت ایران گفت: غربی ها در این چند وقت اخیر دو اشتباه بزرگ انجام دادند. پارلمان اروپا بر اساس اطلاعات غلط آمریکایی ها و مجاهدین قطعنامه حقوق بشری علیه ایران صادر کرد و انگلستان هم مسئولان نظام را تحریم کرد و یا تحریم آنان را تمدید کرد.